آیا بخور دادن روزانه احتمال ابتلا به کرونا رو کم میکنه؟ آیا گذاشتن اسکناس در مایکروویو ویروس های احتمالی کرونا رو از بین میبره؟ برای خشکی دست و اگزمای پوست که ناشی از شستن مکرر دسته چه کار میشه کرد؟ خیلی ممنون که سوالاتتون رو با هشتگ از ما بپرس برامون فرستادید. امروز تا جایی که وقت داشته باشیم مهمونای برنامه به سوالهای شما جواب میدن. وقتتون بخیر. من نازنین معتمدی هستم، تهیه کننده برنامه 37 درجه. امروز دو مهمان داریم. اول میریم سراغ دکتر سعید شهراز، پزشک و پژوهشگر سیستم سلامت و بیماری‌های مزمن، و در ادامه برنامه پرسش‌های شما درباره مشکلات پوستی که در این روزها براتون پیش اومده رو از دکتر کتی تقی‌پور، متخصص پوست می‌پرسیم. دکتر شهراز خیلی خوش اومدید به برنامه و ممنون که در روز کاری به این شلوغی به ما وقت دادید. خواهش می‌کنم، خیلی ممنون از شما و همکاران. دکتر شهراز، امروز در خبرها بود که موج دومی از اپیدمی به کشورهای آسیایی رسیده. آیا شدت این موج دوم به اندازه موج اول خواهد بود؟ قاعدتا نه، و این موارد بسیار زیادی نیستند. در حد چند ده تا و چند صد تا هستند که توی کشورهای آسیای جنوب شرقی مثل تایوان، مثل کره جنوبی و مثل چین مجدداً وارد شدن. معمولاً افرادی هستن که از بیرون کشور وارد شدن و معمولاً افرادی از کشور خودشون هستن که وارد شدن. با تجربه‌ای که قبلاً این کشورها به خصوص کره، تایوان، سنگاپور دارن، در واقع تریس کردن اینها، پیدا کردن اینها توی جمعیت و در واقع پایش کردنشون و محدود کردنشون بسیار راحت تر از گذشته است، و امیدوار هستن همه که در واقع موج دوم به این شکلی که الان هست دردسر زیادی ایجاد نکنه. ولی خب همه دارن، تمام اون چیزی که من دارم میبینم توی اخبار و از سایت های مختلف، همه جدی گرفتن و شاید از قبل هم جدی تر گرفتن با توجه به تجربه‌ای که دارن. به نظر نمیرسه خیلی خطرناک باشه مثل موج اول، ولی همه دارن احتیاط میکنن. ممنون. سوال اشکان رو بشنویم در مورد ایمنی جمعی. گفته میشه بین 60 تا 70 درصد جمعیت این بیماری رو بگیرن تا یک ایمنی جمعی ایجاد بشه. از طرف دیگه گفته میشه که خب با موندن در خونه زنجیره انتقال قطع میشه. آیا باز هم باید انتظار ابتلای 60 تا 70 درصد رو داشت؟ سوال بسیار خوبیه. من از این فرصت استفاده میکنم یه مقداری بیشتر نسبت به سوالات دیگه احتمالاً در مورد ایمنی جمعی صحبت کنم. ببینید، ایمنی جمعی رو ما هنوز نمیدونیم عدد واقعیش برای ویروس کرونا باید به چند درصد برسیم. قبلا میگفتن 70 درصد، الان یه مقدار اومده پایین‌تر، 60 درصد. ولی ایمنی جمعی با موندن توی خونه در واقع اون عدد تغییر نخواهد کرد، این مسلمه، چون این یک در واقع فکت، یک حقیقت علمیه، نه اینکه یک استراتژی باشه. این نکته خودش خیلی مهمه که ما اشاره کنیم که ایمنی جمعی یک هدف نیست، و هیچ کشوری هم، حتی اونهایی هم که مطرح کردن ما ایمنی جمعی رو میخواییم، در واقع به ایمنی جمعی داریم نگاه میکنیم و برای مردمشون توضیح دادن، مثل فرانسه، مثل آلمان و مثل ایران، به نظر نمیرسه که هیچ کدومشون منظورشون این باشه که این یک هدف هست و یک استراتژی هست. ما از عفونت‌های قبلی میدونستیم که مثلا اگر بخواد یه ایمنی جمعی ایجاد بشه و با ایمنی جمعی در واقع عفونت کنترل بشه، باید قسمت زیادی از جمعیت از بین بره. مثلا در ایران اگر 60 درصد جمعیت اگر ما قرار باشه به ایمنی جمعی برسن که ما بخوایم عفونت رو کنترل کنیم، با توجه به مرگ و میر ما دست کم 500 هزار نفر مرگ خواهیم داشت در کشور. بنابراین به هیچ وجه ایمنی جمعی روش نیست. ایمنی جمعی یک حقیقتی که اتفاق میفته و ما نمیدونیم در چه بازه اتفاق میفته، و امیدواریم این بازه هر چقدر در واقع میگذره طولانی تر بشه، و با موندن در خونه در واقع از حجم کار بیمارستان ها و پرسنل درمان که الان در خط اول در واقع مبارزه هستن کم بشه. این دوباره تاکیدیه بر خونه موندن، و هیچ عددی تغییر نخواهد کرد. اون عدد بالاخره هر کی باشه 60 درصد، 55 درصد، 70 درصد در دراز مدت به هر حال به اون خواهیم بشه. ممنون. سوال کریم از تبریز رو بشنویم. آیا گذاشتن چیزهای اشیایی مثل
پول، در حقیقت چیزهایی که خیلی دست به دست میگردن استریلیزه کردن به وسیله امواج مایکروویو. آیا تاثیر دست به این بردن ویروس کرونا و یا دیگر ویروس ها داره؟ امواج ماکروویو میتونن ویروس رو از بین ببرن؟ سوال خوبیه. من حقیقتش تا حالا هیچ در واقع سند مستندی در مورد اینکه مایکروویو چه تأثیری روی پول اسکناس داشته باشه ندیدم. جای مختلف شما میبینید که پول رو میذارن بعضی موقع توی مایکروویو، یه مقدار خیسش میکنن، چون میدونید اگر اینها خیس نشه در مایکروویو ما به اون گرمای لازم نمیرسیم. ولی مسئله اینه که ما هنوز هیچ آزمایش مشخصی صورت نگرفته که ویروس در چه درجه حرارتی از بین میره، 55، 70، 80، و ممکنه در واقع شما بدون اینکه یک دستورالعملی داشته باشید پول رو از بین ببرید. ولی گرمای بالا نهایتا پول رو از ویروس ها و میکروب ها رو از بین خواهد برد. از نظر تئوری میشه گفت بله، ولی خیلی حواستون باشه، به خصوص اینکه در داخل مایکروویو میدونید که اشیاء فلزی نباید بذارید. در مورد پول میشه امتحان کرد، ولی من نمیتونم به قطع بگم که در چه درجه حرارتی باید اینکه ویروس از بین میره یا نه. ممنون. سوال ساقلی رو درباره بهبودی ریه ها بشنویم. ویروس کرونا میگن ریه رو سفید میکنه فرد مبتلا به کرونا، بعد اینکه بهبودی کامل رو به دست میاره این سفیدی های ریه از بین میره. بله، سوال رو من متوجه هستم. سفیدی ریه به علت در واقع تجمع آب و سلول های سفیدی هست که وارد در واقع محفظه ریه میشه و نمای خاصی رو در سی تی اسکن ایجاد میکنه. قاعدتا باید بعد از بهبودی سی تی اسکن رو ما یک سی تی اسکن شفاف ببینیم، معمول ببینیم. اما اینکه در واقع علائم بیماری و در واقع سیر بهبودی چه ارتباطی با سفیدی سی تی اسکن داره از مورد به مورد فرق میکنه و حتما باید با اگر اتفاق افتاد و اگر موردی در واقع کسی دیدید، باید حتما با پزشک خودش که معمولا یک تیم هستن که اون پزشک عفونی یا پزشک آی سی یو با در واقع رادیولوژیست صحبت میکنه و یک تفسیر جمعی دارند و به بیمار توصیه میکنن که در واقع کی منتظر باشن که کاملا یک تصویر سی تی اسکن شفاف دیده بشه داری. ممنون. سیروس از تهران پرسیده، از اطرافیانم شنیدم که در صورت بخور دادن روزانه احتمال ابتلا به کرونا به شدت کم میشه، آیا این درسته؟ نه، این درست نیست، از این بابت که ما واقعا نمیدونیم، که باز هم نمیدونیم در چه حرارتی، با 55 درجه است، 45 درجه است، 40 درجه است، که ویروس و در چه مدت زمانی دقیقا در واقع این اتفاق میفته. که ما میدونیم نهایتا ویروس ها به گرمای ما میدونیم که ویروس ها به گرمای در واقع شدید حساس هستند، اما اون سطح گرما رو نمی‌دونیم. نکته مهم اینجاست که مواظب باشید که صورت رو به اندازه‌ای در واقع با بخور گرم نکنید. اگر دوست دارید در واقع بخورم بگیرید به هر علتی، که پوست صورت بسوزه، چون پوست ما در یک حرارت نسبتاً پایین می‌سوزه و عوارض اون بسیار بسیار بیشتره. ممنون. سوال اصلان رو بشنویم. برای مسواک زدن و اصلاح صورت نکاتی رو باید رعایت بکنیم؟ تراشیدن ریش و تیغ و مسواک. بله، خب اینها وسایل شخصی هستن، 100% وسایل شخصی باید جدا باشه برای هر کسی. نکات خیلی خاصی نداره، به خاطر اینکه این وسایل شخصی هستن، از شخص برای شخص مشکلی نیست و کسی هم معمولا به این وسایل اشخاص دیگه دست نمیزنن. در مورد مسواک، بهتره اینکه مسواک قبل از مسواک زدن و بعد از مسواک زدن حتما شسته بشه. اگر بخواید با آب و صابون بشورید و همونطوری که دستتون رو میشورید، یا اگر بخواید یه مقداری از محلول الکلی استفاده بکنید، آبش بکشید و دوباره در جایی بذارید که در واقع در تماس با هوا نباشه، و این عادت رو داشته باشید که قبل و بعدش حتما بشورید. در واقع کمک میکنه به اینکه اگر سطح آلوده بشه این آلودگی رو حذف بکنه، ولی نیاز نیست خیلی نگران راجع به این مسئله بشید تا جایی که این وسایل برای شما شخصی.
دکتر شهراز، لارا پرسیده این روزها توصیه میشه لنز نذارید و عینک بزنید که از ورود ویروس به چشم ها محافظت بشه. چطور خود عینک رو که مدام بهش دست میزنیم یا روی سطح های مختلف میذاریم میتونیم تمیز کنیم؟ عینک، ساعت، موبایل، اینها در واقع همشون تقریبا در یک خانواده قرار میگیرن. این نوع وسایل شخصی رو اولا تا جایی که ممکنه از وسایل اینجوری خیلی کم استفاده کنیم. قاعدتا موبایل رو و عینک رو ما نمیتونیم ازش کش پوچی کنیم. عینک رو هم همونطور که بقیه صدور رو با الکل 70% یا بالاتر تمیز میکنیم یا حتی با آب و صابون میشوریم، عینک رو هم به این ترتیب میشه تمیز کرد هر چند ساعت و میزان در واقع انتقال عفونت به شدت پایین میاد. سوال حامد رو بشنویم. برای افراد زیر مثلا سن 40 سال و 30 سال چه خطری داره؟ برای آدم های شخص نرمال چه خطرهای دیگه داره که ممکنه جونشون رو از دست بده؟ سوال خیلی خوبیه. به هر حال ما میدونیم برای همه ویروس ها، نه تنها کرونا ویروس، برای همه ویروس ها و بیماری های میکروبی، کسانی که بیماری زمینه ای دارن و کسانی که سنشون بالاست یا به طور یک قاعده کلی، خطر مرگ و میر در اونها بالاتر هست. خطر مرگ و میر زیر 30 سال یا زیر 40 سال کمتر هست، ولی به هیچ وجه شما میبینید طبق آماری که منتشر شده، میبینید مرگ و میر در همه تقریبا میتونه اتفاق بیفته، حتی در بچه ها، البته بسیار نادر. به همین خاطر توصیه ای نشده که به خاطر اینکه سن پایینتر یا بالاتره در واقع یک بیماری دیگه ای از کرونا یا به شدت دیگه ای از کرونا ممکنه ایجاد بشه. تمام تمهیدات لازم رو که افراد استفاده میکنن بدون رعایت اینکه سن من چقدره یا من جوونم یا باید مثلا فرق دارم با بقیه، همه باید به یکسان رعایت کنن. ممنون. این سوال آخر بی زحمت کوتاه جواب بدید. ساسان از تورنتو پرسیده که آیا ویروس ممکنه صرفا با حرف زدن با کسی که این ویروس رو داره به ما منتقل بشه، یعنی لزوما طرف عطسه یا سرفه نکرده باشه ولی فقط تو فاصله ای که زیر 2 متر باشه باهاش بوده باشیم؟ احتمالش هست، چون کسی احتمالش رو رد نکرده. از تقریبا همه افراد بپرسید، اونایی که کارشناس هستن توی این قضیه میگن احتیاط کنید، فاصله 2 متر رو یا حالا یه مقدار کمتر رو حتما رعایت کنید و در واقع نزدیکی افراد صحبت نکنید. اما اینکه این تا چه حد انتقال رو کم میکنه به نسبت سرفه یا کم هست یا اصلا احتمالش وجود داره، هیچ تحقیق مشخصی در موردش نیست. فقط ما داریم احتیاط میکنیم و 100% این احتیاط باید انجام. یک دنیا ممنون دکتر شهراز از وقتی که دادین. سال نوتونم مبارک پیشاپیش. خیلی متشکر، همینطور برای شما بینندگان و احتمالاً شنوندگانتون و همکارتون. خیلی ممنون. مقامات بهداشتی در این روزا مدام هشدار میدن که به صورتتون دست نزنید تا ویروس به بینی، دهان یا چشمتون وارد نشه. آیا شما هم از وقتی این هشدار رو شنیدید بیشتر صورتتون میخاره؟ در این گزارش ناتاشا تیواری روانشناس توضیح میده که اصولاً چرا ما انقدر به صورتمون دست میزنیم و چجوری میشه جلوش رو بگیریم. کارشناسان بهداشت مرتب به مردم میگن که صورتتون رو دست نزنید، اما چرا این کار ساده ای نیست؟ کار ساده ای نیست، چون دست زدن به صورت در وجود ما و بخشی از دی ان ای ماست. حتی جنین هم در رحم مادر به صورت خودش دست میزنه. بنابراین هر وقت که به خودتون میگین به صورت دست نزن، اگه بزنی مریض میشی، در واقع کاری خلاف طبیعت انسان از خودمون میخواییم. با دست زدن به صورت ما در واقع خودمون رو آروم میکنیم. وقتی قسمت‌های خاصی از صورتمون رو لمس می‌کنیم، در واقع نقاط فشاری رو فعال می‌کنیم که اونها هم به نوبه خود باعث فعال شدن سیستم عصبی پاراسمپاتیک میشن. این همون چیزیه که باعث میشه از درون خودمون رو آروم کنیم. همین واکنش رو سگ‌ها و گربه‌ها هم دارن. کودکان اغلب رفتار والدینشون رو تقلید می‌کنن. بنابراین اگه والدین ما وقتی شوکه میشن یا تعجب می‌کنن به صورتشون دست می‌زنن و یا اگه ناراحتن باز هم به صورتشون دست می‌زنن، احتمالش خیلی زیاده که ما هم همین رفتار رو انجام بدیم. جالب اینجاست درست زمانی که مهمه به صورتمون دست نزنیم، حتی بیشتر از معمول این کارو میکنیم، چون ذهن به طور ناخودآگاه به سمتی میره که بهتر بتونه از شما محافظت کنه و کاری کنه که میدونه آرومتون میکنه. بنابراین ذهن ناخودآگاه وادارتون میکنه که دستتون رو صاف به سمت صورتتون ببرید. پس چطور از لمس کردن صورتمون خودداری کنیم؟
در حالی که تقریبا غیر ممکنه اصلا به صورتمون دست نزنیم، یه راه کلیدی هست که کار رو راحت تر میکنه و اون اینه که عادتهایی که منجر به دست زدن به صورت میشه رو حذف کنیم. مثلا استفاده از عینک به جای لنز و یا کمتر آرایش کردن که مجبور نشین مرتب در طول روز تجدیدش کنین. همینطور ایجاد عادتهایی درباره نحوه استفاده از دستاتون. اگه شما همیشه اینجوری دستتون رو تکون میدین که احتمال لمس کردن صورتتون رو بیشتر میکنه، سعی کنین دستاتون رو قفل کنین و بذارین رو پاتون. توی این حالت اگه بخواین صورتتون رو لمس کنین، هوشیارترین و زودتر میتونین جلوی دست خودتون رو بگیرین. البته من دستم رو قبل از اینکه به صورتم بزنم شستم. همونطور که ابتدای برنامه هم گفتم، دکتر کتی تقی‌پور متخصص پوست از لندن مهمون برنامه ما هستن. خوش اومدین دکتر تقی‌پور. متشکرم. با سلام به شما و بینندگانتون. بریم یک راست سراغ سوال امیر حسین. در ابتدا که دستام می شستم، اشتباهی بود که با مای ظرفشویی می شستم و اینکه آب داغ. بعد حالا مهمتر از اون که الان پوست دستام اگزمایی نداره و اینکه به شدت خوش شده، از وقتی که اینو گفتن که دست نزنید به سر و صورتتون، من واقعا سر و صورتم خیلی میخوره، یعنی به شدت میخوره. این کار به جای میرسه اینقدر میشورم من خلاص خسته میشم، میگم حفلش کن، اصلا میخوارم که کامل مثلا صورتم میخوام مثلا چنگ بندازه. تجربه مشترک خیلی از ماهاست در این روزها. دقیقاً شستن مکرر دست به خصوص با مایع ظرفشویی که در واقع ساخته شده برای اینکه چربی و مواد غذایی رو از روی ظرف از بین ببره، خب خیلی تحریک کننده است برای پوست. و استفاده از آب داغ هم هیچ خاصیتی نداره، بهتره که دست رو با آب ولرم شست که همون کار رو میکنه و همون نوع دست رو تمیز میکنه و اون لایه طبیعی چربی که روی پوست هست رو اینو مختل نمیکنه. در نتیجه بهتره که با آب ولرم شسته بشه دست و نه با موادی که خیلی خشن باشن برای پوست. و راجب خاروندن صورت هم پرسیده بودن. بله، در مورد دست زدن به صورت من فکر می‌کنم گزارش کوتاهی که داشتین قبل از این مفید باشه برای ایشون، ولی به نظر شخصی من اینه که وقتی طبیعت انسانه که وقتی ما می‌دونیم که کاری نباید انجام بشه خیلی بیشتر وسوسه میشیم که انجامش بدیم، ولی خب در این موقعیتی که الان هست باید سعی کنیم هر چی شده کنترل کنیم. و ایشون آقای امیرحسین هم تنها نیستن، برای اینکه تحقیقات نشون داده که هر انسانی بین 15 تا 23 بار در هر ساعت به صورتش دست میزنه. در نتیجه این طبیعت انسانیه که ما باید یه جوری کنترلش کنیم. نگرانی زهرا رو بشنویم. پوست دستم دچار اگزمای خیلی خیلی شدیدی هستش. اگزمای دستم هم کاملا ارثیه. الان هم که وضعیت اینجوری شده و ما مدام مجبوریم که دستامون در معرض آب و صابون و مواد شوینده باشه، واقعا دیگه به قول معروف کارت به استخونم رسیده، چون انقدر پوست دستم خاروندم که همه جای دستم زخم و خونی و مالی شده و انگار روی یه حرارتی مدام، انقدر که این زخم‌ها دارن اذیت میکنن و میسوزن. واقعا نمیدونم چی کار کنم. از قبل اگزما داشتن و حالا شرایط بدتر شده. بله، به نظر میرسه که اگزمای شما شدت پیدا کرده. این متداول در افرادی که اگزمای ژنتیک دارن ولی دستشون دائم با آب در تماس هست. سلول های پوست در حالت نرمال یه طوری به هم اتصال دارن که برای بدن ما یه سد و حصاری ایجاد میکنن که محافظت کنن ما رو از دنیای خارجی. افرادی که اگزما دارن این سد یه خود ضعیفتر هستش و رطوبت طبیعی پوست از طریق این سد ضعیف خارج میشه و علت این که پوست این اشخاص خشک‌ست همین. با اون دستی که مثلا از اول خشکه و تمام مدت در با آب در تماس هستش، این لایه طبیعی چربی پوست هر چقدر کم باشه بیشتر از بین میره و این باعث میشه اگزما تحریک بشه. در نتیجه اگر ایشون دستشون علائم اگزما داره که هست قرمزی دست،
خارش زیاد دست و تابلای کوچک و یا اینکه مثلا ترکایی که به پوست میخوره، این نتیجه اینه که اکزما ایشون اکتیف هستش و من توصیه میکنم که با نظر پزشکشون البته یک پومادی یا یک کرمی که حاوی استروئید باشه یا کورتون استفاده کنن که اکزماشون کنترل بشه، چون اگر که کنترل نشه این میتونه پخش بشه به جای دیگه دستشون و بعد مشکل ایجاد کنه. یکی از مخاطبا با نام کاربری هاشمی عکس دست دخترشون رو فرستاده و گفته از همون اوایل شروع کرونا دستای دخترم خشک و قرمز شدن، کرم‌های مرطوب کننده هم اصلا فایده‌ای نداشتن، الان هم یه قسمتی از دستش زبر و کدر شده، چه کار میتونم بکنم؟ اگه دختر خانمشون از قبل از شیوع کرونا مسئله پوستی نداشتن، این ممکنه احتمالش نیستش که ایشون این براشون پیش اومده باشه به خاطر اینکه دستشون زیاد میشورن و این یه مشکلی هستش که ما بهش میگیم درماتیت تماسی تحریک کننده یا irritant contact dermatitis و این علتش اینه که رطوبت دست دائم از بین میره به خاطر اینکه تمام مدت شسته میشه. من هنوز توصیه میکنم که ایشون کرم رطوبت کننده هر وقت دستشون شسته شد و هر وقت دستشون احساس کردن که خشکه استفاده کنن، ولی توصیه میکنم که اون کرمی که استفاده میکنن عطر نداشته باشه به خاطر اینکه عطر میتونه تحریک کننده باشه موقعی که پوست خشکه و حتی میتونه آلرژی پیش بیاره. ممنونم. سوال هدا رو بشنویم. برای وقتی که بیرون از خونه هستیم و مجبوریم از الکل استفاده کنیم چی کار باید بکنیم؟ یعنی بلافاصله بعد از استفاده از الکل کرم بزنیم یا نه منتظر بمونیم بیایم خونه دستمون رو بشوریم بعد کرم بزنیم؟ حالا نمیدونم این کرم دسته با الکل ممکنه واکنش نشون بده و بدتر بشه برای پوستمون یا نه؟ کرم روی مایعای ضد عفونی کننده الکل دار. بله، اگر احساس میکنین دستاتون خشکه از الکل بعد از الکل هم میتونین کرم استفاده کنین. ترکیب الکل و کرم هیچ تضادی با هم دیگه نداره تا اونجایی که شناخته شده است و در واقع الان توی بازار کرمایی هم وجود دارن که به خاطر اینکه خاصیت ضد عفونی پیدا کنن بهشون الکل یا مواد ضد عفونی اضافه شده، در نتیجه این مسئله نخواهد داشت. اصولا چند بار در روز مایه ضد عفونی کننده الکلی که حدود 70% الکل داره رو میشه استفاده کرد بدون اینکه به پوست ضرر برسه؟ بله، من فکر میکنم هر چقدر که لازم باشه، ولی خیلی راحته که ما وسواس پیدا کنیم و بیش از حد ازش استفاده کنیم. زمانی که دستمون و زمانی که الکل زدیم به دستمون و هنوز به چیزی دست نزدیم، لزومی به اون صورت نداره که ما تکرار کنیم دوباره الکل بزنیم. پس به این باید فکر کنیم که بیش از این که لازمه استفاده نکنیم، ولی به هر حال اون چیزی که مهمه اینه که ما از ویروس جلوگیری کنیم تا اینکه بخوایم نگران خشکی دستمون یا استفاده زیاد الکل باشیم. ممنون. پریوا سوال کرده از کرم‌های ساختنی که برای زیبایی پوست استفاده میشه و ممکنه کورتون داشته باشه، آیا میتونه روی سیستم ایمنی تاثیر بذاره؟ کرمای زیبایی که شامل کورتون یا استروئید هستن، در واقع به نظر من اینا نباید برای زیبایی یا برای مسئله استتیک استفاده بشن، مگر اینکه تجویز شده باشن با از طریق پزشک برای یک مسئله پوستی. ولی به هر حال اگه کرمی استفاده میشه که توش استروئید باشه، این غلظت استروئید توی این کرم به اندازه ای نیست که بخواد اثر بذاره روی سیستم ایمنی پوست و حتی اگه جذب بشه از طریق جریان خون به بدن وارد بشه، هنوزم واکنش ایمنی بدن در قبال ویروس نمیتونه که ضعیف کنه. ممنونم. سوال فریبا رو بشنویم. کرم های مرطوب کننده یا ضد آفتاب به صورت بزنیم چون چرب هستن و این ویروس ها چربی دوستن، آیا مشکلی برای ما پیش نمیاره؟ ویروس کرونا خودش یک لایه چربی داره که احاطش میکنه و این باعث میشه که یه باور عمومی این باشه که این ویروس چربی دوسته و تا چه حدی این میتونه اثر بذاره روی زندگی روزمره ما هنوز مدرک و شاهدی وجود نداره براش و در واقع اتحادیه متخصصین پوست بریتانیا دیروز توصیه کرد که بعد از این که هر موقع دستمون شسته میشه بعدش کرم زده بشه.
یعنی اگر این ویروس چسبندگیش به کرم زیاد باشه، در واقع برای دست خیلی خطرناکتره تا بخواد برای کرم صورت باشه که ایشون صحبتشو میکنن. به همین دلیل مهمتر اینه که ما سعی کنیم به صورتمون دست نزنیم تا اینکه نگران کرمی باشیم که به صورتمون بزنیم. ولی اگر نگرانی دارین، کرمایی هم هستن که کمتر چرب هستن، اینا رو بهشون میگیم غیر کومیدوژنیک، یعنی کرمایی که استفاده میشه برای اشخاصی که پوستشون تمایل به اکنه یا جوش داره. به همون اندازه اینا میتونن رطوبت بهتون وارد به صورتتون وارد بکنن بدون اینکه چرب کنن صورت. دو تا کتیپور سال آخره، اگر که کوتاه جواب بدین. بعضی گفتن انقدر که دستشون رو شستن ترک خورده و قاچ پیدا کرده، در این شرایط توصیه‌تون چیه؟ خیلی مهمه که جلوی ترک گرفته بشه، به خاطر اینکه ترک پوست رو باز میکنه و باعث میشه که میکروب بتونه پوست بشه. البته من در مورد کرونا صحبت نمی کنم، چون راه ورود کرونا به بدن از طریق مخاطه نه از طریق پوست. ولی جلوگیری از ترک خیلی مهمه با استفاده از کرمای مرطوب کننده. و یه راه دیگه هم که من پیشنهاد می کنم اینه که شبها اجازه بدین که پوستتون ترمیم بشه. اگر یه کرم چرب مرطوب کننده، خیلی چرب، به دستا زده بشه و یه دستکش نخی بپوشیم، 6 و 7 ساعت و 8 ساعتی که خوابیدیم و دستمون به جای نمیخوره و شسته نمیشه، اجازه میده که پوست ترمیم بشه. وقتی که صبح بیدار میشیم تغییرش احساس میکنه. خیلی ممنون دکتر تقی‌پور از وقتی که امروز به ما دادین. سال نوی شما مبارک باشه، ایشالا سال خوبی داشته باشید. تکرار این برنامه فردا ساعت 12:30 ظهر به وقت ایران پخش میشه. سوالاتتون رو ضبط کنین و به پیامگیر تلگرام ما با آدرس @bbc شما بفرستید. سال نو همتون پیشاپیش مبارک باشه. امیدوارم سال 99 برای تک تکتون پر از آرامش، شادی و تندرستی باشه.